اسپیاری عزیز سلام، می‌دارم کالتون حسابی عالی باشه. بنویسی هستم در خدمتتونم با این ویدیو. بالاخره بعد از کلی انتظار ای فوتبال 2023 موبایل عرضه شد. تو هفته گذشته کلی صحبت کردیم در موردش، در مورد اینکه چه اتفاقاتی قراره تو ای فوتبال 2023 بیفته. بالاخره امروز پنجشنبه سوم شهریور ما این بازی عرضه شد داخل گوگل پلی، بعد از بریک طولانی هم در دسترس ما قرار گرفت و می‌خوایم داخل ویدیو امروز یه مروری داشته باشیم روی همه اتفاقاتی که بعد از آپدیت ای فوتبال 2023 افتاد، چه پک‌های اضافه شده، چه اتفاقاتی قراره بیفته، همه‌شو داخل ویدیو امروز مرور می‌کنیم. پس لایک و فراموش نکنید، برو بریم سراغ ویدیو. اولین تغییری که میتونیم ببینیم این تصویر استارتاپ بازیه که قبلا فقط یه دونه مسی بود، اما الان تصویری از 5 تا سفیر بازی هم هستش که شما این تصویر اینجا میبینید. خلاصه برای فوتبال 23 بریم داخل بازی. این هم از منوی اصلی بازی که با ای فوتبال 22 تنها فرقی که منوی اصلی بازی کرده این اضافه شدن قسمت میژن هست که ما قبلا توی ای فوتبال 22 قسمتی داشتیم تحت عنوان اینجا بودش، اون قسمت به اسم ابجکتیو که اونو ورداشتن اینجا قرارش دادن تحت عنوان میژن، این قسمت اومده و انتخاب شده. بریم سراغ کمپین های لاگین. کمپین لاگینیه که هم میتونید ای فوتبال کوین بگیرید و هم در کنارش میتونید ای اکس بی ترنینگ دریافتش بکنید. دو روز اول به شما فقط ای اکس بی ترنینگ میده، روز سوم 100 تا ای فوتبال کوین میتونید بگیرید و روز ششم هم میتونید 130 تا ای فوتبال کوین بگیرید. مابقی روزا فقط میتونید ای اکس بی ترنینگ بگیرید برای ترن کردن بازیکناتون که به نظرم اتفاق خیلی خوبی به نظر میرسه. در مورد لاینسس هم که قبلا صحبتشو کرده بودیم، دو تیم اینتر و میلان به صورت رسمی لاینسس شدن و تیم یوونتوس متاسفانه از لاینسس در اومده و هم اسم تیمش فرق کرده و هم لوگوی تیمش. بریم سراغ باکس هایی که داخل ای فوتبال 23 اضافه شدن، ببینیم که چه باکس هایی در داخل ای فوتبال 23 و با شروع سیزن 1 اضافه شدن. خب باکس اول باکس پوتف هست یا همون پلیر آف دی ویک که با سکه میتونید این قسمت رو ساینش بکنید. بازیکنای مختلفی هم داخلش وجود دارن. قسمت بعدی قسمت کلاب سلکشن تیم رئال سوسییداد هستش که به محض اینکه شما امروز وارد بازی بشید یا اگه شده باشید یه دونه شانس رایگان میتونید از این قسمت بگیرید و یه دونه بازیکن رایگان ساین بکنید. قسمت بعدی هم که مربوط به نومینیتینگ کانترکت میشه، از طریق این قسمت و با داشتن نومینیتینگ کانترکت 5 ستاره میتونید بازیکن مد نظرتون بگیرید که رودیگر رو داره، استرلینگ رو داره و کلی بازیکن دیگه که اینجا هستن و طراحی کارتش هم خیلی باحاله به نظر من، خیلی طراحی کارت خفنی داره که شما میتونید از این قسمت با داشتن نومینیتینگ کانترکت 5 ستاره بازیکن بگیرید و این دوتا هم مربوط میشن به لیگ مکزیک و اینجا هم پلیر اف دی مانس مربوط به جی لیگ خود ژاپن که برای ساین کردن بازیکن از اینا هم شما نیاز دارید به نومینیتینگ کانترکت، البته 5 ستاره نه 4 ستاره و 3 ستاره. وارد قسمت استاندارد پلیر هم اگر بشید می‌بینید که نقل و انتقالات تقریبا همشون به روز شدن. لواندوفسکی الان اومده و عضو از تیم بارسا محسوب میشه و قبلا لواندوفسکی گران قیمت ترین بازیکن داخل فوتبال 22 بود با حدود 1,200,000 جی پی، الان 100,000 جی پی افت کرده و رتبه دوم تو این لیست قرار گرفته بعد از محمد صلاح و بعد از اون هم کیلیان امباپه. اگه یادتون باشه یکی دو روز پیش بودش که یه ویدیو در مورد ایونت سکه‌دار گذاشتم براتون که خود کنامی گفته بود با آغاز ای فوتبال 23 ما قرار ایونت سکه‌دار داشته باشیم و این اتفاق هم افتاده داخل ای فوتبال 23، ولی خیلی ذوق کننده نیستش که ما حالا بگیم خیلی عالیه این قضیه. خب ظاهر کلی بخش‌های مختلف قسمت مچ مثل ای فوتبال لیگ، فرند مچ و کویک آنلاین مچ هم اینجا یه خورده فرق کرده. حالا میریم سراغ ایونت ها و بررسیشون ببینیم که چه ایونت هایی با آغاز فوتبال 23 اضافه شدن. ایونت اول ایونت استارتر هستش که میتونید انجامش بدید و یه نومینیتینگ کانترکت 5 ستاره دریافتش بکنید که خیلی به درتون میخوره. هم میتونید همین باکس این هفته رو ساینش بکنید و هم میتونید نگهش دارید و برای هفته های بعدی شاید باکس های بهتری بازی اضافه بشن. ایونت بعدی ایونت اسپانیش لیگ هستش که میتونید این ایونت هم تکمیلش بکنید و یه شانس رایگان از قرعه برترینان هفته میتونید از این ایونت بگیرید. ایونت نشنال تیم هم داریم که اینجا هم شما میتونید نومینیتینگ کانترکت بگیرید، منتها نومینیتینگ کانترکت 4 ستاره که این ایونت هم یه ایونت آفلاینه. اما بریم سراغ ایونت آخر که شما میتونید از طریقش ای فوتبال کوین دریافت بکنید، ولی همونطور که ملاحظه میکنید فقط 50 تا ای فوتبال کوین میتونیم با تکمیل کردن ایونت بگیریم. خب برای تکمیل کردنش هم
سه تا چالش مختلف وجود داره که شما باید هر سه تا چالش رو انجام بدید تا بتونید این ایونت رو تکمیلش بکنید. چالش اول، چالش دوم و چالش سوم. وقتی که چالش سوم رو شما بتونید تمامش بکنید، میتونید این 50 سکه رو دریافتش بکنید به همین راحتی. یه ایونت هم در این قسمت اومده به بازی اضافه شده، در قسمت اوسنتیک، که من اگر روش بزنم، اینجا قبلا فقط قسمت تریال مچ رو داشتیم، اما اینجا ایونت مکزیک هم به بازی اضافه شده که شما میتونید این ایونت هم انجامش بدید و جوایزی که میتونید بگیرید جی پی هستش. بریم سراغ قسمت میژن و بررسی قسمت پریمیوم ابجکتیو، ببینیم که چه پک های جدیدی به بازی اضافه شدن. خب پک هایی که انتظارشون داشتیم، پک میلان و پک تیم اینتر هستش که هر کدومشون 900 تا سکه قیمتشونه که شما میتونید ساینشون بکنید. حالا بازیکن های داخل این پک هم میتونید اینجا ملاحظه بکنید، این بازیکن های مربوط به پک تیم اسی میلان و اینجا هم پک مربوط به تیم اینتر میلان رو داریم و بازیکنایی که اینجا وجود دارن که با پرداخت 900 تا سکه شما میتونید این پک ها رو خریداری بکنید. پک کلاب امریکا هم اینجا داریم که بازیکنای مختلفی هم داخل این پک وجود دارن و قیمت این پک هم مشابه قیمت پک های اینتر و میلان 900 سکه هستش. اما بریم سراغ پک های جذابی که اینجا وجود دارن، پک های مربوط به سرمربی های لژندری، یکیش مربوط میشه به یوهان کرویف و یکی دیگه هم مربوط میشه به کاناوارو. پکی که مربوط به یوهان کرویف مخصوص سال 91-92 هم هستش 500 تا سکه است و شما با پرداخت این 500 تا سکه میتونید یه سرمربی لژندری به اسم یوهان کرویف بگیرید و 10 تا ای اکس بی ترینینگ چارزاری. در مورد پک سرمربی لژندری کاناوارو هم 300 تا سکه از یه خورده ارزون تره و در کنار کاناوارو هم شما میتونید 6 تا ای اکس بی ترینینگ چارزاری دریافت بکنید. قسمت شاپ بازی هم آپدیت شده و اگر وارد قسمت شاپ بشید، وارد قسمت ایفودال پوینت بشید، اینجا دو تا قسمت وجود داره که قسمت آیتم هست که این قسمت آپدیت نشده. همون مواردی که ما توی فوتبال 22 داشتیم اینجا هم همونا هستن که اصلا توصیه نمی کنم ای فوتبال پوینتاتون رو برای این قسمت خرج بکنید. وارد قسمت پلیر اگر بشید، سه تا بازیکن لژندری به این بازیکن‌هایی که قبلا بودن اضافه شده، پول اسکولز اضافه شده، البر اضافه شده و ایناموتو اضافه شده و هر کدوم هم 5000 تا ای فوتبال پوینت قیمتشونه که خب اگر نیاز دارید به این بازیکن‌ها میتونید ساینشون بکنید. حالا بریم با هم دیگه وارد قسمت گیم پلن بشیم و ببینیم اینجا چه اتفاقاتی بعد آپدیت افتاده. خب یکی از اتفاقاتی که خیلی ها انتظارشو داشتن این بودش که بازیکنایی که غلط مکسشون کرده بودن بعد از آپدیت اینها رو بتونن دوباره مکسشون بکنن از نو، که این اتفاق نیافتاد و مثل من، مثلا من رومی، اینیستا و مسی رو قبلا مکسشون کرده بودم و الان نمیتونم دوباره هم اینا رو دست بزنم و اینا به همون شکلی که ما توی فوتبال 22 داشتیم توی بی فوتبال 23 منتقل شدن و نمیتونیم اینا رو دست بزنیم. حالا شاید تو آپدیت های بعدی کنامی یه فکری به حالشون بکنه. بازیکنایی هم که کنترکت تیکت نداشتن همچنان نمیتونیم ازشون استفاده بکنیم. حالا امیدوارم که یه ایونت جدیدی، یه کمپین جدیدی کنامی را بندازه برای دادن کنترکت تیکت به ماها. تنها قسمتی که میشه گفت تو گیم پلن تغییر پیدا کرده این قسمته. اگر شما رو لوگوی تیمیتون بیاد ضربه بزنید، قسمت اول شما میتونید گیم پلن های مختلفی که انتخاب کردید و اینجا ملاحظهشون بکنید. ما توی فوتبال 22 وقتی یه گیم پلنی رو میساختیم نمیتونستیم اسمش رو عوض بکنیم، نمیتونستیم حذفش بکنیم، اما بعد از آپدیت فوتبال 23 این دو تا قابلیت اضافه شده. مثلا اینجا من گیم پلن 1 رو دارم، هم میتونم حذفش بکنم با انتخاب این گزینه و هم میتونم اسم دلخواهی که خودم دوست دارم برای گیم پلنم بیام و انتخابش بکنم. تنها فرقی که ای فوتبال 23 با ای فوتبال 22 کرده از نظر گیم پلن. یه اتفاق خیلی جذابی که بعد از آپدیت ای فوتبال 23 افتادش این بود که ما میتونیم دکمه های کنترل رو خودمون به صورت دلخواه هر جا که دوست داریم قرارشون بدیم. چجوری؟ برای این کار فقط کافیه که شما اول از همه وارد قسمت اکسترا بشید، قسمت گیم سیتینگتون رو انتخاب بکنید، قسمت اول پلی سیتینگ رو بزنید و یه خورده که بیاید پایین تر یه گزینه‌ای داریم اینجاست. این گزینه سوم از قسمت کلاسیک کامند، قسمت دوم بوتون کانفیگوریشن. این قسمت دوم رو که اگر انتخابش بکنید، خب ما قبلا میتونستیم فقط نقش دکمه ها رو مشخص بکنیم که هر دکمه چه نقشی داشته باشه، اما اینجا همونطور که ملاحظه میکنید یه گزینه اینجا اضافه شده که با کلیک کردن روی این گزینه شما به این قسمت هدایت میشید و میتونید مکان دکمه ها رو به هر صورتی که خودتون میخواید ببینید اینجا عوض بکنید. هر دکمه رو این قسمت هم میتونید به این شکل هر کجا که دوست داشتید قرارش بدید. اگر هم که دوست داشتید به حالت دیفالت برگردید، فقط کافیه که روی این گزینه و روی گزینه ریسیت بزنید، تمام تنظیمات ریسیت میشه و شما به حالت اول برمیگردید.
نکته آخر در مورد گیم پلی بازی هستش که من خودم یه بازی آفلاین بازی کردم و تغییر خیلی خاصی تو گیم پلی بازی ندیدم نسبت به نسخه 22، ولی میشه گفت یه سری اصلاحیاتی تو گیم پلی بازی صورت گرفته نسبت به نسخه 2022. خب بچه‌ها، اینم از این ویدیو تمام اتفاقاتی که امروز بعد از آپدیت ای فوتبال 23 داخل بازی اتفاق افتاد و با هم دیگه یه مرور کاملی روشون انجام دادیم. هر اتفاقی که افتاده بود و سعی کردم براتون پوشش بدم و دیگه چیزی از قلم نمونه. حتما لایک و فراموش نکنید. کانال هم اگر هنوز سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلیش هم بزنید. می‌بینمتون. خدا نگهدار.